روزنامه مترو نیویورک 29 نوامبر 2012 9 آذر 2001 همزمان با بررسی وضعیت در عراق در جلسه 29 نوامبر شورای امنیت فراخوان به دبیر کل ملل متحد بان کی مون لیبرتی را کمپ پناهندگی سازمان ملل اعلام کنید حقوق مجاهدان اشرف را حفاظت کنید از غارت اموال آنها توسط دولت عراق جلوگیری کنید درباره عملکرد کوبلر نماینده ویژه دبیر کل در رابطه با مخالفان رژیم ایران در اشرف و لیبرتی تحقیق کنید گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت از جانب بیش از 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکا خطاب به رئیس شورای امنیت سازمان ملل در 27 نوامبر 2012 بر این موارد تاکید کرده است. دبیر کل سازمان ملل بایستی یک کمیته تحقیقاتی در رابطه با اقدامات مارتین کوبلر نماینده اش در عراق در رابطه با مخالفان رژیم ایران مستقر در اشرف و لیبرتی تشکیل دهد. دبیر کل سازمان ملل بایستی یک نماینده بی‌طرف از جانب خودش برای اشرف و لیبرتی تعیین کند و رسماً دخالت‌های رژیم ایران در موضوع مخالفان این رژیم در اشرف و لیبرتی را محکوم کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل باید کمپ لیبرتی را به عنوان یک کمپ پناهندگی اعلام کند و نباید به دولت عراق اجازه بدهد حقوق ساکنان را تحت عنوان مکان ترانزیت موقت لگدمال کند. وضعیت شبه زندان در لیبرتی باید خاتمه یابد. سازمان ملل بایستی از حق ساکنان اشرف در مالکیت اموال منقول و غیر منقولشان دفاع کند و از دولت عراق بخواهد به حقوق آنها احترام بگذارد و اجازه بدهد به طور آزاد اموالشان را بفروشند. پاتریک کندی Join my colleagues in pleading with the Secretary General of the United States to remove Martin Kobler as the ambassador in charge of liberty in Ashraf. Martin Kobler has been complicit in the harassment and persecution and terrorizing of the people of Ashraf and Liberty. General David Phillips, فرمانده ارشد آمریکا، حفاظت در اشرف. He gave the Mullah regime legitimacy in pulling out and closing Camp Ashraf to allow the Iraqis to pilfer, vandalize and loot that place. The residents peaceably complied with every request. And what did they get in return? Yet Martin Kobler watches knowingly, without so much as speaking up, as the agreements he helped make to do the relocation are disregarded by the Iraqis. And the residents are systematically stripped of their property, but never their dignity. Mr. Kobler, I hope you're watching, because you've shown your colors to this soldier and everyone else that's seen what you're doing there. You have been no help to anyone other than the Mullah's regime. سرهنگ وسلی مارتین اولین سرهنگ رزمی در حفاظت اشرف
To Ambassador Kobler, I state, lessen every inhumane act by the Maliki government is wrong. Presenting liberty as a humane environment while covering up the true conditions is despicable. Sitting idle while agreements are ignored is unforgivable. سازمان ملل بایستی به تعهدات خود عمل کند. باید حق مالکیت ساکنان اشرف را تضمین کند و از غارت اموال آنها با ارزش میلیون‌ها دلار توسط دولت عراق جلوگیری کند.